بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت صادق صلوات الله وسلامه عليه تو اون روایت به بعضی از علمای اصحابشون، به بعضی از بزرگان اصحابشون، اعاظم اصحابشون فرمودن شیطان عمده کارش با شماست. شیطان با اون چه نیرنگ و شیطنت و ملعنت و اینا داره، حضرت فرمودن عمده کارش با شماست. وقت این در فکر اینه که اون هدف اولی که ما به خاطر اون هدف شروع کردیم سعی کنه ولو بسابه قدری ازش، یه در هزاری، یه در صدی. از معصومین متعدد مرویه صلوات الله علیهم اجمعین که امر کردن به محاسبه نفس، بلکه این تعبیر لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم از معصومین متعدد وارد شده. این برای همه است، نه فقط ما اهل علم، اما نسبت به ماها اولویت داره، اهمیت بیشتر داره. انسان اگه محاسبه نفس نکنه امکان این که از دستش بره خیلی هست. محاسبه که بکنه این امکان کم میشه. در ماه مبارک رمضان یه فرصتیه، یه جو روحانی خوبیه، جو معنویه. دعاها، زیارتهای معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک، مجالس موعظه، روایات معصومین علیهم السلام، اینا به نتیجه بی اثر نیست، حالا روی یکی بیشتر روی یکی کمتر. در شبانه روزی چند دقیقه تنها بشینه انسان 24 ساعت خودش را بررسی کنه، ببینه خودش قبول داره خوب بوده اینا. هر کسی در حد معلومات خودش، در حد برداشت خودش، کردارش، گفتارش با بستگانش، با زن و بچه، با پدر و مادر، با ارحام، با همسایه، با اونی که دعوتش میکنه، با اونی که براشون منبر میره، با اونی که براشون قرائت قرآن میکنه، تفسیر میگه، هر کسی در هر حدی ببینه خوب بوده، خودش قبول داره این را، خود جای کسی دیگه بذاره، کسی دیگه جای خودش باشه، خوبه. این لیست، این قائمه که روایت داره، صبح تا شب یه لیسته، شب تا صبح یه لیسته، هر دوی اینا خدمت آقا حضرت بقیت الله صلوات الله علیه وسلم علیه روزانه تقدیم میشه. حضرت ملاحظه میفرما مناسب هست این لیست تقدیم حضرت بشه. تو روایات داره فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ شَرًا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَتَابَ إِلَيْهِ. این یه مطلبه، مطلب بسیار مهمیه، مطلب ریشه‌ایه. چه بسا این اثر زیادی رو مطلب دومی که عرض میکنم داره. وقتم خیلی نمیگیره، چند دقیقه وقت میخواد و بعدشم تصمیم. اگه خوب بوده تصمیم بر ادامه، اگرم کم و زیادی داشته استغفار کنه انسان و تصمیم بر این که فردا اینجور نباشه. این یه مطلبه، چاره ازش نداریم. نفس تو داخلمونه، نمیذاره. اعدا اعدائک نفسک التی بین جنبیک. مال ما اهل علمم هست، مال همه هست، مال مام هست،
چه بسا رو فرمایش حضرت صادق علیه السلام مال ما بیشتره. شیطان رها نکرده، رها نمیکنه، تا آخر عمر رهامون نمیکنه. اگه انسان شیخ طوسی هم بشه، مقدس اردبیلی هم بشه، سید بحرالعلوم هم بشه، شیطان رها نمیکنه. روایت داره قاعدتا ملاحظه فرمودید حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی باهش یه شیطان هست که این سعی میکنه اغواش کنه. یک کسی عرض کرد یا رسول الله با شما هست؟ ابلیس ابو الشیاطین با هر کسی یه شیطان خاص گذاشته، غیر حالا مال نماز جماعت که جدا هست، مال ماه رمضان جدا هست، گرچه مغلول است اما با تفصیلش، مال حج جدا هست، مال صدقه دادن، مال حرف خیر گفتن جدا هست، نه یه دونه دائمی هست، مستوطنه، وطنش داخل منه، وطنش داخل شماست. و حضرت عرض کرد یا رسول الله با شمام هست، با شمام گذشته، این ابلیس ابو شیاطین چی فکر میکرده، چی کار خواسته بکنه؟ حضرت فرمودن بله، مضمون روایت نه، ولیکن شیطانی سلم لی، یه شیطان بیکاره، میدونه کاری ازش نمیاد. خوش ابلیس چرا اینو گذاشته؟ شاید خواسته بگه من کارم استثناء پذیر نیست، ما من عمن الله وقت خص، یکیشم شاید خواسته بگه اینه، این لم یو خص، تخصص نخورد. حالا وقتی شیطان رها میکنه ماها رو، هر قدرم صعود کنیم بالا بریم، محاسبه نفس داشته باشیم، رها نمیکنه. وقتی محاسبه کنترل میکنه، ربط میکنه، کم میکنه اون خلاف ها را، از یه طرف نفس اماره به سو، از یه طرف شیطان، از یه طرف زرق و برق دنیا، لذائذ دنیا، لذائذ مختلف از شهوات مختلف، شهوت یعنی اشتها، خواست، شهوت غریزه جنسی، شهوت طعام لذیذ، شهوت ملک داشتن، شهوت پول داشتن، شهوت ریاست، شهوت چیزی بگم مدحم بکنن، شهوت اینکه چیزی نگم ذمم بکنن، اینا شهوات دیگه. اینا مگه رها میکنه آدمو؟ اینا مثل سایه با انسان نیست، تو داخل انسانه، سایه نیست جدا باشه منفصل نشه، نه تو داخل انسانه. رفقا، زن و بچه، فامیل، این میگه چرا اینجوره، این میگه چرا اینجوره، به نتیجه انسان بشره، اعصاب داره، مغز داره، یه درصدی روش اثر میذاره. وقت محاسبه که باشه سبک میشه. امیدوارم به برکت صاحبمون، آقامون، مولامون، آقایی که در توقیع شریف وعده دادن به مراعاتمون، به فضل خدا، به برکت آقا حضرت بقیت الله صلوات الله و سلامه، که همگیمون موفق به این مطلب، در ضمن مطالب دیگر هر کی موفق هست پیش از پیش، هر کی موفق نبوده از این به بعد موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. حسین.